خب من درود میفرستم به شما بینندگان و شنوندگان که در هر جای این کره خاکی هستید. خب امروز زی که بود یا هست یا امشب که در شما این برنامه زنده رو از من میبینید، 28 مهم نیست حالا چه تاریخی بوده، 28 مرداد هست و این زمانهایی هست که شما اینجا در یکی از این فرطورها میبینید که 10 یک خانواده در سینما رکس در واقع از یه خانواده، یعنی نزدیکان 10 در سینما رکس آبادان جزغاله شدند، سوختند. در چنین روزهایی من، خب ما هر سال در این روزها یه برنامه لایو روشن کردن شمع رو داریم برای این چندین سال انجام میدیم. حالا خیلی باور به این چیزهای تکنیکی و فنی و اینا ما زیاد تو انجمن مفنا تو اینجا داستانا نیستیم، نه اینکه حالا ما شمع و فلان، نه. من اینجا حالا چند نکته ای رو امروز احساس کردم شاید به درد بخوره اینجا با شما بگیم که خوب جایی گفته نشده. یادم هست سال پیش نبود، چند سال پیش با یک کسی در سوئد گفتیم آقا این 500-600 تا آدم، نه این 500-600 تا آدم، نه سگ، اگه این تعداد سگ در این سوئد میگفت مملکت رو آقا قیام میشد. من تو این آلمان هستم دیگه، 500 تا سگ، شما بگو 10 تا سگ، بگو 5 تا سگ، 5 تا دونه سگ من دارم با چشمم میبینم که جایگاه سگ رو در اینجا، 5 تا دونه سگ تو همین شهر، تو همین شهر که من هستم، کوچکی که هستم، بخوان آتیش بزنند. اگر این صدر اعظم آلمان اینا پیگیری نکنند، کل دولت آلمان میره هوا. اولاف شولز که سهله، کل حزب و اسپیده و گوغون سبز و اینا میره هوا به خاطر 5 تا سگ اگه پیگیری نکنند. 5 تا سگ این به اروپا، پارلمان اروپا بروکسل کشیده میشه. اینو به زرز قاطی دارم میگم ها، چون من اینجا دارم جایگاه سگ دارم میبینم دیگه، اینه اوی بچه. من گفتم دیگه برای خانوادی که سگ داشتن دعوتنامه فرستادم برای آلمانیه، برای خانوم لیبه نوشتم. حالا لیبه رو البته خوب میدونی لیبه دیگه خیلی عزیز، یعنی کسی که خیلی با صمیمی باشه لیبه میفرستن، لیبه چون از عشق میاد، یعنی عزیزم. این حالا هر جا آدم نمیتونه لیبه بگه، مثلا فلان خانوم، به هر خانوم تو نمیتونی لیبه بگی چون بین از عشق میاد، مگر اینکه خیلی صمیمی باشی، رفت آمد داشته باشی به خانوم و آقا لیبه، به خانوم لیبه آ به آقا میگن. برای سگشون هم من لیبه رو نوشتم، گفتم ناتورلیش
Dein Hund auch, یعنی سگ شما هم دعوت هست، ناتورلیش، نه اینکه برای خنده و فرمالیته، نه کاملا، یعنی میدونست که سگ رو اونا چقدر دوست دارن، من هم سگ رو، نام اونا رو هم نوشتم، نام سگ رو هم نوشتم، لیبه هم نوشتم، هم برای خانوم، هم برای آقا، هم برای سگ، یعنی عزیزم، سگ عزیز، شما آقای عزیز، شما خانم عزیز، شما رو دعوت میکنم. سمبولیک هم نه، فرمالیته هم نه، بسیار هم جدی. یعنی میخوام بگم که اگر جایگاه سگ، 5 تا سگ در این آلمان با 600 تا ایرانی، ایرانی هیچی، هیچی آقا، هیچی، 5 تا سگ یه گوغای میشه. این وضعیت ایرانه، این تفکر ایرانی است میانه همه، نه اینکه اونجا رو ملاها، آخوندها، باند خمینی و خامنه ای آتش زدن برای اونها بیارزشه. به ایران سوگند، به روح مادرم سوگند، برای فرای پهلوی هم. شما برید تاریخ نگاه کنید، برای بنی صدر هم، برای اصلاح طلب ها هم، برای رضا پهلوی هم، شما فکت رو برید نگاه کنید چه برخوردی شد. پشم، یعنی این 500-600 تایی که توی سینما رکس سوختند، مامان زاشا آریامر گفت آقا پشم زنم، پشم زنش مهمتر بود، برای داریوش این سیگار مهمتر بود. یه چیز داریوش نگفت آقا، یه ترانه، هیچی، هیچ واکنشی به گوشون حساب نکردن. همه ایرانی اینجوری هم، یعنی تنها ملا نیست، مسعود رجوی به گوی زنش این 500-600 را حساب نکرد. چپ ها، مارکسیس ها، چه میدونم، کاخساز نوری علاء، اون زنش، اون حکمت، مالا خیلی اینا رو نمار نمیدونم، توده ایا، بگو پشم زن اون کیه، کیانوری، با 500-600 یکی بود. برای پادشاه اون دودول بچهش بالاتر بود از این 600 تا آدمی که مرد. ربطی به شاه و گدا و ملا ندارا، تفکر ایرانی همینه. یکی میگه نه آقا برای فرح مهم بود، یکی میگه نه برای رضا پهلوی مهم بود، یکی میگه آقا برای یک ایرانی مهم بود. من گفتم دیگه، با سند، با فکت، با استدلال، منطق، عقلانیت ثابت میکنم نه، ایرانی نمیپذیره، شرط میکنم 100 میلیون تومان درون ایران هست. بیا ثابت کن، بگو برای فرای پهلوی یه ذره سر سوزن اون دودل اون بچهش اهمیتش کمتر بوده از این 600 تا، نبوده. به ایران سوگند، اون دودول اون بچه علیرضا کیه، اون پشم اون دختر فرناز، شهناز، من نمیدونم، اونا بالاتر بودن از این 600 تا آدم. این اصلا ربطی به فره و تنها تودهی ها و مجاهدین اینا نداره. اصلا ایرانی اون ثبات، اون دیسیپلین، اون قدرت، اون تفکر، اصلا اینها رو بیاد، اون احترامی که میبینیم که اینجا برای سگ میذارن برای انسان بذاره. اون وقتی که وضع ما امروز یه وضع طبیعی داریم که امروز ملا و رئیسی و آخوند و وضعیت پول ما اینجوریه، نمیدونم فلان، بسیار طبیعی میخونه، این میخونه. یعنی چی؟ باید اینجا مثل آلمان باشه؟ مگر ما یک متفکر مثل آلمان داریم، مثل اروپا یا ژاپن داریم؟ مگه ما یه دونه اندیشمند داریم؟ شما به من نشون بدید.
دیگه. من تو لایوهای پیشین گفتم وضعیت رامین جهانبگلو رو دیگه روشن کردم دیگه کاملا. آرامش دوستا دیگه اینه بهترین هاست دیگه، صدیق یاسچی، چه میدونم دکتر شاروخ عقیقی، داریش شاروخ، اینا دیگه بهترین ها نخبه ها مونن. اینا دیگه اون تاپه، یعنی اون مثلثی که هست، من پیشتر گفتم این مثلث که هست یه بخش مردم هست، هیچ کاری با مردم نداره، یه بخش وسط میانه هست، معلم خبرنگارای متوسطن، چه میدونم کارگرای میانه، باسوادن، یه بخش همین تاپا هستن. این تاپا این بالا میشه آرامش دوستدار، دکتر صدیق یاسچی، پروفسور رامین جهانبگلو، داریش آشوری. من نشون دادم که اینها چه خیانتکار و جنایتکاری هستن. در هندوستان، اگر در هندوستان به جای این 600 تا، به جای این 600 تا آدمی که جزغاله شدن این روزا، الان دارن میسوزن دیگه، الان دیگه آتیش گرفته، موش، آقا موش، خانم آقا گوش بده، به جای این 600 تا اگر موش بود، هندیا اون کاخ نخست وزیری و حاکمیت رو آتیش میزدند خاطر موش، چون یه بخشای موش رو میدونی معابدی هست، احترام میذارم برای موش، من کار ندارم برای درست یا غلط. 20 گاو رو میگفتن، 20 گاو رو سوزوندن، تو هند قیام میشد، تو هند انقلاب میشد. در ایران ماسمالی کردند همه. حکومت دست کی بود اون زمان؟ پادشاهی وقت. قدرت دست شاه بوده دیگه، فرمانده کل قوا، ارتش، نیروی زمینی، دستگاه اطلاعاتی، ژاندارمری، همه چی. چیکار کرد؟ هیچی، ماسمالی کردن. اون وقت چی میشه؟ اون وقت چی میشه؟ وقتی ماسمالی کنیم، وقتی ایرانی بازی در بیاریم، ایرانی بازی در آوردن دیگه، فرق نمیکنه. به ایرانی بازی رو پادشاه باشه، ملا باشه، گدا باشه، روشنفکر باشه، استاد ما، همه این همه. با دلیل آوردم که این همه. اینجور نیست که استادای ما خیلی خوبن، که گوهترینن، درود به شرف مردم عادی، کشاورز ما، درود به شرف کشاورز ما. من ثابت کردم دیگه، ما نظریه داریم که چرا مردم بهتر و سالمتر موندن از شاعران ما. مردم ما سالمتر موندن از استادای دانشگاه، حتی آخوند ما سالمتر موند از پروفسور رامین جهانبگلو، پروفسور آرامش دوستدار، پروفسور صدیق یاسچی. سنتی های ما سالمتر موندند، همه ما دلیل و سند و مدرک داریم. اون وقت میگه که آه ایرانی، آه ایرانی، آه شاهزاده، آه خانم فره، طرفدارانش، آه داریوش، آقای هادی خورسندی، آقای چپ و تودهی، چریک، مجاهدین و غیره، گیرم که خلق را به طریقی فریفتی، گیرم که فریفتی آقا، آقا جان گیرم که فریفتی. گیرم که فریفتید شما، گیرم که گفتید دودول بچه ما، پشم دختر ما، گیرم که فریفتید، گیرم که خلق را به طریقی فریفتید، گفتید ما مدرنیم، ما وطن پرستیم، ما که دانشگاه های فلان را آوردیم، ما آزادی حجاب را آوردیم، بابا ما که پول ارز 7 تومن، 7 خورده تومن بوده، دیگه ما چیکار بایستی میکردیم؟ اینا سر جای خودش، ولی یه جایی شما فریب دیده ها، شما فریبم دارید، گیرم که خلق را به طریق فریب دید شما.
با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ سید فرجان، درسته خیلی از طرفدارای تو نمیفهمن، درود میگن شاهبانو، شهبانو، ملکه ایران، مادر ایران. منم یه زمان میگفتم ما در خانواده پهلوی دوست بزرگ شدیم. من برای فره من گریستم، در ایران بودم، واقعا مادرم که فوت کرد اونقدر ناراحت بودم، برای این نامه نوشتم، همه جا هم گفتم مادرم فره، مادرم فره، مادرم کرده. بب 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 من اگه امروز مادرم زنده بود ایشون یه مقدار زیادی جرئت نداشتم اینجوری بگم. یعنی مادرم به من خورده میگه پسر جان، مثلا زای جان را به گیلکی تو اصلا نمیدونم رصد به ساخته صد منجیل اما نه چی گرفتاری داشتیم نمیدونم فلان و و و و. خب من به مادرم میگفتم مادر جان من خاک پای تو هستم، اینا پیچیدگی هایی داره، من مخلص تو هستم، تو خدای منی، تو برای من از فرشته هم بالاتری مادر عزیز من، ولی خواهش میکنم تو اصلا ولش کن، تو مادر عزیزم ورود نکن. این مسائل سیاسی ما باید این روشنگری رو برای نسلهای آینده اینو بگیم. منم با اینا کینه ندارم، من در یه خانواده بزرگ شدم، پدر من دویست به رستاخیز، پدر من وضع مالی اوکی، این سناتورها می آمدن خانه من، ما در یه خانواده به هر حال اصلا چپ و مفهوم اینجا چیزا که چیز نبودیم که. من همش تعریف شنیدم از چیز اینا، همش خدا بیامرز از فلان بسار، ولی من امروز یه چیزایی رو دیدم، به یه چیزایی رسیدیم، دیدیم که اینا فریفتند. مادر عزیزم من تو رو دوست دارم، ارسطو میگفت من افلاطون رو دوست دارم، استادم رو دوست دارم، ولی حقیقت رو خیلی بیشتر دوست دارم. منم اینجوری هستم، من با فره نبادم، نه با رضا پهلوی بدم، نه با اصلا من با گفتم ما در انجمن مفنا کارمون فنومنال، یعنی میخوای فنومن رو نگاه، پدیدار، اینا چیکار کردن چیکار نکردن. ما میبینیم که اینها گیرم که خلق را به طریقی آین چپها، تودهیها فریفتید. با دست انتقام طبیعت چه میکنید؟ حالا یه بخش فریفتن اوناست، کاری نمیشه کرد. تو نمیتونی به زور کاری کنی، پادشاهی مملکت رو کاری کنی که اون کار بکنه اون کار بکنه، نه، کاری نمیتونی. مردم هم بی‌تقصیرن. کیا مقصرند؟ کیا مقصرند؟ کتابخونا، اهل مطالعه، کنشگرا، قشر متوسط دیگه، میانه ها، معلمین، به ویژه طرفدارانشون. حالا یه شما که فامیل پامیلن، باندشون هم، اونا رو بذاریم کنار، غیر اون چند تا که دیگه نهایت میشه هزار تا، نباید ما هزار یک آدم داشته باشیم بگن که مثلا شاهزاده رضا پهلوی اوکی هست، سید فرح پهلوی اوکی هست. نیست. چون من با اونا بدم به هیچ رو، سر سوزن برای من، من هیچ ایرانی کینه و کدورت ندارم. اگر ببینم اینا در راستای حقیقت هند، کمک میکنن به آزادی ایران، هر چی داشت، هر کمکی از دستم بر بیاد به فرح خواهم کرد، به رضا پهلوی خواهم کرد. هر اگر یه چپه میگه آقا من میتونم کاری بکنم، به چپ کمک خواهم کرد، به هر ایرانی ما کمک خواهیم کرد. ولی 100% میدانم اینا فیلمن، نمایشن، دروغ دارن، پشت پرده دارند. سخن ما چیه؟ میگه آقا این پشت پرده هاتونو بذارید کنار، بسه. سال یکم اوکی، سال دوم اوکی، سال پنجم اوکی، ولی شد 10، شد 20، شد 30 سال. چند سال الان شده؟ هر 20 سال یه نسله، از دو نسل هم گذشت. گیرم که خلق را به طریقی فریفتی رضا جان، سید فرجان، گیرم که فریفتید. با دست انتخاب طبیعت چی میکنی؟ آقا من پورا، ما در انجمن مفنای انجمن مهندسان فرزخوانده هایی چی؟ با
طبیعت چه؟ طبیعت دیگه چطور بایستی این سید فره رو میزد؟ ها یکی به من بگه دیگه چطور بایستی میزد آخه اینا؟ شما میگه درون این خانوم چیه؟ خب امسال رو ما یه نامی گذاشتیم برای درون کشور، بیشتر برای درون کشور هست نام سال. خب میدانید آمده نام سال پروژه بود که برای ما، حالا وارد رو نمیشیم، دفتر خامنه ای دزدید و حالا کار نداریم، ما اینو چندین سال انجام میدیم. نام امسال هم مشخصه، یه نامی هست برای ایرانی های بیرون. نام درون یه چیز دیگر است، ولی برای ایرانی های بیرون به ویژه طرفداران مثلا سید فرح پهلوی، رضا پهلوی، گذاشتیم سال یک بیماری بیاد برای اینها، یک گرفتاری، یه دردی، یک گرفتاری. ما امروز در این روز مقدس و مهم به این نور، به طبیعتی که در اینجا هست، حالا شما نمیبینید، طبیعت همه جا هست دیگه، همین هوایی که ما به هر حال هوا، این اکسیژن، این همه طبیعت هست، این نور که همیشه بوده و این طبیعتی که الان پیش من هست شما خوب نمیبینید، ما این ایرانیان متعصب، الان این خانم پریوش دیبایی که از اون فرادوستا هست، ما از طبیعت میخواییم اینا رو بزنه. طبیعت خودش میدونه ما به بیگناهی این 630 حالا کشته های سینما رکس میخوایم که این فرع پهلوی رو طبیعت خودش میدونه، یک گرفتاری که دیگه طبیعت بهتر میدونه دیگه. به این در طبیعت همه چی هست، طبیعت برای یه سال، دو سال، هزار سال نیست. از کوروش که چی میکرد؟ زرتشت میشه حالا 5000، 6000، هر چقدر سال، حالا پیشتر میترائیز، ما میلیاردی سال گذشته. پس طبیعت بزرگتر از این خدا و مسیح و یهود و زرتشت و الله و اسلام و اینا، من از طبیعت میخوام، من از این مادران کمک میخوام، از این مادر لور ما، از این مادر بلوچ ما، اینا رو میخوام شاهد بگیرم. من میخوام این مادر بلوچ ما رو، عزیز ما رو، اینها رو شهادت بگیرم که خودم رو خاک پای اینها میدونم. طبیعت رو، همه و همه رو امروز میخوام نفرین کنیم. من به نمایندگی از این دوستان داریم این نفرین رو در این روز مهم، این نفرین بگیره این ایرانی ها رو، چون امسال سال نفرینم هست دیگه. برای درون نه، ما درون اصلا، چون دوتا نام سال گذاشتیم، یکی برای ایرانی های بیرون، طبیعتا، یزدانا، به درختان و به جنگل و به کوها و به رود و به دریاها، دریای خزر، به خلیج فارس، دریای عمان، به اکوسیستم ایران. ما امروز نفرین میکنیم اون گونه که طبیعت میدانید بزن، این شیادها رو بزن، حالا یکی مانده دیگه، این سید فرح رو بزن، طرفدارانش، حالا این پریوش دیبا هست، حالا ما اگه بگیم سرطان بده، ممکنه سرطان واقعا توهینه، کوچیکه. طبیعت خودش میدونه چه گرفتاری بده. اونایی که میگن درود رضا پهلوی، درود فرح پهلوی، هر جور میدونه اینا رو بزن، طبیعت بزنه این نور، به این نور، به این مادران ایران، من از مادران ایران، به فقیران، به میلیون ها ایرانی، اینها رو میخوام شاهد بگیرم. به گرفتاران، این گرفتاران شما کمک کنید، نفرین کنید، نفرین شما میگیره، یکیتون نفرین کنید میگیره. هر کسی که دیدی درود فرستاد برای فرح پهلوی، هر کسی درود فرستاد برای رضای پهلوی، هر کسی درود فرستاد برای یه چپ، به یک مارکسیست، کاخساز، نوری علاه، زنشه،
حالا بقیه ها من نمیدونم، فراغ نگه داره اون چریک های فدایی از این داستان ها، تودهی ها هست، اون رشمت رئیسیه چیه، برای مسیح علی نژاده، برای سازگار هاست، برای یک ایرانی سیاسی فرق نمیکنه، به یک ایرانی سیاسی هر کس درود اگر گفت طبیعت اونو بزنه. خورشید، من در این روز بزرگ، در این روزی که سالگرد کشته های سینما رکس آبادان هست، ما این نفرین رو داریم انجام میدیم. کسی درود میفرسته برای شاهرخ، برای داریوش، برای معین، برای خبرنگار، برای نمیدونم علی جوانمردیه، برای نمیدونم مسیح علی نژاده، برای نمیدونم خواننده شاهین نجفیه، برای استاد دانشگاه است، نمیدونم سروشه و اولی که پرشمار، برای این چندین هزار ایرانیایی که به نام اپوزیسیون بیرونند تحلیل میکنند. ما از طبیعت میخواییم، ما همه رو شاهد میگیریم، مادران ایران رو، گرفتاران رو. در این روز ما نفرین میکنیم، اون بلایی که لازم هست طبیعت بزنه، اون انتقامی که هست رو طبیعت انجام بده. مولانا میگه مکن که در این کشت زار زود زوال، به داس در همون بدروی که میکاری. امروز ایران، ایرانی ها، روشن فکرش دارن یه چیزایی رو برداشت میکنند، گرانی زیاد، تورم زیاد، فقر زیاد، بیکاری زیاد، ناراحتی اعصاب، اختلالات روانی، فساد، دروغی، پلشتی، آلودگی هوا و بسیاری از چیزهای دیگر رو. فرای پهلوی برداشت کرد، یه پسرش اونجوری رفت، بیش از 50% خانواده بچه هاش از دست داد دیگه، فرای پهلوی درسته؟ و رضا پهلوی، رضا پهلوی بیشتر، یه خواهرش که معلوله، فقط خودش مونده، دوتای دیگه رفتند. خوین زدنه دیگه، به داست در همون بدروی که میکاری. آقای رضا پهلوی در زمان 28 مرداد سینما رکس آبادان شما بشکن زدید، مادر تو بشکن زد، رقصید فرای پهلوی، درسته یه بیانیه های سوری دادید، اون سوری برای خودتون خوبه، تو روزنامه های چیز نوشتی تأسف و فلان. اون برای خودتون خوبه، روزی آشکار میشه. سکوت کردید، سکوت کردید، سکوت کردید، خانه خراب گشته ام بس که سکوت کرده ام، خانه خراب گشته ام من رضا پهلوی بس که سکوت کرده ام، خانه خراب گشته ام من سید فره بس که سکوت کرده ام، خانه خراب گشته ام من بس که حسین نصر رئیس دفتر فره پهلوی سکوت کرد، خانه خراب گشته ام بس که بنی صدر، بنی صدر نمیدانست، بنی صدر، صادق خلخالی، سازمان مجاهدین، رجوی ها، بسیار از این روشنفکران میدانستن. چی میگفتن؟ گفتن بله خب اتفاق بدی بود، متاسفیم، ولی دوستان خودمونیم، در خصوصی در خفا اینجوری میگفتن. مثلا فرای پهلوی با مجموع رئیس دفترش کیا بودند؟ حسین نصر. این آقا کیه؟ این آقا کیه؟ یکی بنویسه. این آقا کیه؟ ایناش اینجا هم هست، همون آقا اینجا هم هست، بعد از انقلابا ایناش
اینجا دارید میبینید. این آقا کیه؟ یکی بگه. این آقا اینه. اون آقایی که دیدید با سید محمد خاتمی بود اینه. اون خانم هم که میشناسید، رئیس دفتر این خانم. این خانم، این آقا هم دارید میبینید. این همین آقاست. اینش. حسین نصر. رئیس دفتر این خانم بود. این خانم هم رئیس این آقا بود. این آقا رو میبینید؟ نمیدونم فتن پرست حالا هرچی. این آقا رئیس داشت. این خانم بود. اینا. این خانم هم رئیس داشت. رئیس دفتر داشت. این آقا. پیدا کن پرتقال فروش رو. پیدا کنید چیه پرتقال فروش رو. حسین نصر. رئیس بنیاد علوی شده بود بعد از انقلاب. دست راستش کجاست؟ دست راست خامنه ای. غلامرضا عداد عادل. خانه خراب گشتم من سید فره، بس که سکوت کردم. خانه خراب گشتم من سید فره، بس که سکوت کردم. خانه خراب گشتم من سید رضا پهلوی، بس که سکوت کردم. بس که فریفتم به طریقی خلق را، با دست انتقام طبیعت چه می کنید؟ دو تا بچه شو چهار تا چهار رضا پهلوی سه تا برادر خواهر داشت دیگه. دو تاشو گرفت، یه دونم معلول دیگه، چیزی برای رضا پهلوی نمونده که. باز نمیفهمن. میفهمن میفهمن، ولی دیگه پول و وابستگی نمیذاره که این سکوت و خانه خراب گشتم بس که سکوت کردم و ول کنم. خب ما نمیخوایم اینا رو اصلاح کنیم، اینا اصلاح بشون نیستند. امثال خانم پریوش دیبا که الان اینجا هست، این الان همین یه رزدگی میره، درود درود شاهبانو، مادر انقلاب، مادر ایران، درود. اینا ول کنیم. متاسفم. متاسف یعنی چی؟ یعنی کورمغز. مردم کورمغز نیستن. برتران راسل میگه آدم ها نادان به دنیا میان. چیز عجیبی نیست. آدم نادان به دنیا میاد. خیلی سر نمیده. کم کم بیاد. ولی احمق به دنیا نمیاد. برای احمق شدن میبایستی آموزش ببینید. برای همین حماقت رو شما درون کشاورز ما نمیبینید. ممکنه یه چیزایی ندونه. مثلا چطوری فلان اپ رو اینستاگرام استفاده کردن، فلان اپ رو نمیدونم کلاب هاوس رو چطوری استفاده. این رو کشاورز ما نمیداند. نادان است. ولی برای حماقت باید آموزش دید. بشه سیاوش امانی احمق. بشه طرفداران فرای پهلوی احمق. کورمغز بشن. بشن درود 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 جاوید 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 گو ها بشن. اینا احمقن. اینا متعصبن. کورمغزن. اینا وقیهن. تعصب میان روستایی ما نیست. میان مادر بزرگ و مادر بزرگ من نیست. میان بی سوادا نیست. میان این بخش نیستی که من پیشتر گفتم. اینا همه نظریه هست. حالا من دیگه وارد اون نمیخوام بشم. تعصب اینا میان این بخش پایینی، میان این بالاها هست. معلم ها تعصب دارن. اونا که راهش به فقیه دارند. مثلا مادر ها فقه و سنت رو. آخوند ما سنتیه به فقه. ولی باسواد ما وقیه. وقیه هست. به وقاحت. سنتی ها وقیه نیستند. به فقیه گرایش دارند. چه میدونم نظر و فلان و اینا. ولی متعصب نیستند. کورمغز نیستند. اینا گرفتاریشون بیشتره. روشنفکر ما. پی اچ دی دار ما. معلمان. اینا مشکل همیشه اینا مشکلند. اینا نمیذارن جامعه رشد بکنه. برای همین سال یک رو سال یکم شده پنج.
گرفتاری مملکت شده سال 10، سال 20، سال 30، سال 40، 43، همینجوری میره بالاتر. 43 میشه 44، 45، 50 میشه 60، 70، همه اینا میمیرن. فرهنگ میمیره، شاهزاده رضا پهلوی میمیره، شما اکثرا میمیرید، ایشون جمله سلام همینا میمونه، چون با سوادها وقیهند، وقاحت رو دنبال میکنن، متعصبن. ولی سنتی ما، بی سواد ما، اونایی که نذر و نیاز و نمیدونم میرن کربلا، اینا وقیه نیستن، اینا دنبال فقیهن، اینا ایمان دارند، بسیار هم پاک دامنن، خیانت نمی کنند. ولی وقیه ها یعنی روشنفکران، اهل رسانه، تحلیلگرها، اینا که سنتی های بیچاره رو میکوبن، مادر بزرگ من و شما رو میکوبن، آه اینا خرافاتی هن، گرفتاری ما از خرافاته، نمیدونم میرن نظر میکنن. حالا داستان پیچیده است، من وارد این چیزا نمیخوام بشم، نه میخوام دفاع بکنم نه چی، ولی میخوام بگم که اگر ما بخوایم اینا رو تو ترازو بذاریم، روشنفکر ایرانی، با سواد ایرانی، اهل فلسفه ایرانی، هر چه بالاتر، این بر اساس نظریه میگم، ببین از این نوک، این نوکیا هست، دکتر رامین جانبگلوها، دکتر آرامش روستارها، دکتر صدیق یا صندوق نخودچی ها، اونا هستن، اینا بدترن، هی میاد پایین تر تا اینکه دیگه این پایین ها، اینا اینجا دیگه مادر بزرگای ما اینا هستن، اینا دیگه وقیه نیستن، اینا تو حوزه فقه، گرایش به فقه دارن. اینا رو گاهی میشه تغییر داد، اینا آدم های سالمی هستن، صداقت دارن، درو نیستند. ولی رسانه‌ای ما، یعنی با سواد ما، اینا چون وقیهن هزار رو دارند، سیاسی هن دیگه، فرای پهلوی هزار رو داره، رضا پهلوی هزار رو داره، شاهین نجفی هزار رو هست، خواننده های ما هزار رو هن، با سواد ها به هزار رو هن، مسیح علی‌نژاد هزار روه، چون اینجا به بالا هست. حالا گفتن این دیگه، من تو لایوهای پیشی، من پیشین رو ببینید، اینجا دیگه وقت نیست، من میخوام تموم کنم. برای همین ما امروز دست بلند کردیم در این روز مهم، حتما خواهد گرفت فرای پهلوی عمرش بیشتر باشه تا بیشتر چوب بخوره، سید فرای عمرش بیشتر باشه، رضا پهلوی مثل برادرش، مثل اون خواهرش نمیره، ما دعا میکنیم نمیره، ولی نفرین میکنیم، طبیعت هر جور میتونه دیگه، چه اینا به سوی حقیقت روی نمیارن، حقیقت نمیگن، هیچ وقت پهلوی به سوی حقیقت روی نمیاره، همیشه میپوشونه، چون اینا تو حوزه سنتی نیست، اینا تو حوزه مدرنن، متعصبن، وقیهن، بسیار وقیه، خطرناکه. ایران امروز گرفتار وقیه هست. وقیه یعنی چی؟ باسواد، متعصبان باسواد. یکی طرفدار اصلاح طلب ها هست، اصلاح طلب ها، فائزه هاشمی وقیه هست، تاجزاده ها وقیه هن، مشروط خواه ها وقیه هستند. برای همین ما یه جا، من دیگه وقت نیست بگم که چه چیزی ما این میان میتونیم داشته باشیم که نه اون سنتی ها، شما ممکن موافق اون سنتی ها نباشید و نه این شکل باسواد ها نباشید. خب بسیاری از شما الان داره میبینید باسوادید دیگه، این گفتی من شما رو دربر میگیره، چون شما الان نمیدونید که چطور چیکار بایستی بکنیم از این وقاحت بیایم بیرون، از این وقیح بودن بیایم بیرون، از این تعصب بیایم بیرون. یه فرمولی داره که من امروز وقت نیست که نظری ها چی هست، یه راهکاری هست که کسانی واقعا نه متعصب باشند، یعنی نه وقیح باشند، در این حال آزادی خواه باشند، سالم باشند، یک چیزی که تو حالا من وقت نیست، میخوام به پایان ببرم، منتها امروز رو ما آمدیم در اون روز بزرگ، به اونهایی که درود میفرستن جاوید شاه میگن، نمیدونم درود میفرستن به فرای پهلوی، ما از طبیعت میخوایم هر چیزی میخواد اینا رو بزنه، ما اگه بخوایم بگیم اینا گرفتار سرطان و بیماری بشن، اون خیلی کوچیک باشه، بسیاری زن اینا گرفتار هستن، من بسیاری ها رو میشناسم واقعا. شما الان به من یک سیاسی بیرون، شما این بزک‌کردگیشون رو نبینید، داغونن از درون. من یه نمونه، مثلا فرض کنید یه فردی هست، من نامش رو بتونم یاد بیارم، نادر گرامیان. آقا این نادر گرامیان یه آدم خوب، دکتر میگن مثلا، کتابم نوشته مثلا، خیلی هم مثلا آدم روشن فکری مثلا، من تصادفا یه پستی ازش خوندم، میگم بابا این آدم، من فکر کردم واقعا چقدر دیگه وضعیت اوکی داره،
طبیعت اینو زده، طبیعت اینو زده، یا آدمی که مثلا وضع مالی فلان اوکی زده و ورشکستگی بماند تو آمریکا، چه بیماری که گفتن با هلیکوپتر مثل اینکه اومدن اینو بردن بیمارستان و و و و، یعنی چه جور طبیعت اینو زده. حالا من یه نمونه رو دارم میگم، شما یکی از این ایرانی های سنید، شما اینا رو تو کلاب هاوس و تو فیسبوک و تو لایو ها نبینید خودشونو بزک میکنن، آرایش میکنن. اینا مهم درون روحیه است، داغونند، طبیعت زده. من واقعا این دعای مادران گرفت، این دعای مادران بلوچ. من واقعا این مادر بلوچ ما درسته تو فیسبوک نیست، تو اینستاگرام نیست مثل ما، ولی ما از این مادران خواستیم. این مادران طبیعت زد، شاهرخ رو زد، داریوش رو زد، مخمل بافا رو زد، رضا پهلوی رو زد، سید فرح پهلوی رو زد، سلطنت طلبا رو زد، بنی صدرچیا رو زد، مجاهدین رو زد، همه در به داغون. ولی من سخنم با شماست، با شمای باسواده، با شمایی که یه به هر حال یه جورایی به هر حال انسانیت براتون مهمه. من سخنم با شماست. به خودتون بیاید، به خودتون بیاید، بذارید طبیعت شما رو نزنه، به خودتون بیاید. من امروز نمیخوام خیلی راهکار بدم، نمیخوام اصلا بحث رو سیاسی کنم. امروز یک بحث، یه چنین چیزی که مقدار معنوی و متافیزیکی و در این روز آمدیم بگیم بیدار شدم که چی بذارم. راه بیدار شدن خیلی ساده است. رضا پهلوی، فرای پهلوی، هر کدوم از اینا اصلا کامنت بذارن آقا چیکار کنیم. ما میگیم نجات، ولی من چشمم آب نمیخوره. هیچ وقت فرای پهلوی حسین نصر رو که نشون دادن ول نمیگه، هیچ وقت فرای پهلوی نمیاد حداد عادل رو نمیذاره کنار، رضا پهلوی حداد عادل رو ول نمیکنه، نمیاد بگه گاه انجمن مفنا یا انجمن مهندسان فلسفه خوانان نخبگان ایران چه ابر پارلمان ده هزار ایرانی دارن، هیچ وقت به سوی این نمیان، هیچ وقت متعصبین طرفدار رضا پهلوی و فرای پهلوی هیچ وقت اونها رو ول نمیکنن بیان بگن آقا ما حقیقتی میگیم، ما دنبال نوری، ما دنبال طبیعتیم. مادر میگه مادر کی آقا، ایرانی متعصب که طرفدار رضا پهلوی و نمیدونم فرای، برای مادرها میخندن. این مادر چیه؟ این مادر گوی خودشون حساب نمیکنن. ولی من خاک پای این مادرها هستم، من همین چادر و مادر رو میپرستم. من برای من این مادر مهم هست. اونا دنبال اینان، آه رئیس دفتر فرای پهلوی، فرای پهلوی هیچ وقت اینو ول نمیکنه بیاد اینو بچسبه، فرای پهلوی هیچ وقت اینو ول نمیکنه بیاد حرف ما رو بچسبه. شما ایرانی ها هم همینجور، شما هم ظاهر رو نگاه میکنی، میگن بابا اونجا رضا پهلوی کراوات فلان بنیسات نمیدونم تو پاریس فلان، آقا این پورا چی میگه، انجمن مفنا چیه، مهندسان چیه، نخبگان چیه، انجمن نمیدونم ابر پارلمان ده هزار ایرانی چیه. شما ها دنبال اینجا دروغ بروغا هستی، آه شما رو سر کار میذاره دیگه، خود دانید. ما نفرین رو کردیم، میگیره شما رو، مطمئن باشید جوری نفرین کردیم که شما رو میگه طبیعت. اصلا نه اینکه من دارم نفرین میکنم، مگه این شعر من گفتن گیرم که خلق را به طریق فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ به داس در همان بدروی که میکاری، خانه خراب میشید شدید دیگه، دیگه چطوری؟ رژیم و حکومت و گرانی و بیماری و تورم اینا بهانه است، اینا بهانه است، آزمونه، آزمونه تک تک شماست، آزمونه. بیست هزار نمیخواد یه میلیون، بیست هزار ایرانی باسواد، همش بیست هزار بیان بگن ما تعصب نداریم، نه به اصلاح طلبا، نه به اصولگراها، نه به سلطنت طلبا، نه به مجاهدین، نه به چپ، ما فقط انسانیت، طبیعت، انسانیت. به ایران سوگند، به روح مادرم سوگند، وضع ایران رو چنان اوکی، گرانی ها چنان بیفته، چنان اوضاع ایران بره به سوی پیشرفت مثل یک کشور اروپایی که کف کنید. بیست هزار ما میانیم میلیون ها ایرانی، بیست هزار هم نداریم، یک هزارم درصد هم ما نداریم.
یه ایرانی پیدا نمیکنه که تعصب نداشته. آ درود، آ تاجزاده چقدر خوب، آ آها چقدر خوب گفته خاتمی، آ موسوی، آ کروبی. روزی ایران نجات پیدا میکنه، ایرانی همه این سیاسی ها رو بذاره کنار، میگه خودم، انسانیت یعنی خودم، یعنی خود شما. خانم الان سحر اینجا هست، میگه من سحر، من سحر، انسانیت، طبیعت و انسانیت، سلامت، هر جا صداقت بود، هر جا یه کوچولو اگه صداقت نبود من ول میکنم. آقای الان پرکی فکر میکنم 90-84، آقای شاهین نمیدونم فلان، آقای سالار و آقای مهدی نبی در این الان پارلمان، ابر پارلمان لحظه ایرانی بیرون دارید میبینید در فیسبوک. با هر کدوم شما فقط بگید آقا انسانیت یعنی چی؟ دنبال حقیقتی، یه کوچولو، یه جدیدی، یه کوچولو. چطور سفای دولا دولا نمیشه؟ آ یه کوچولو، نه بابا فرق خوبه سید فرق، یه کوچولو فقط این ای بزنه بریزی تو سطل آشغال، کوچولو موچولو کوچولو بزرگ ما نداری. یا حامله هست یا نیست، یا جنایتکار یه کوچولو هست یا نیست، یا دروغ میگه یا اصلا نمیگه. و سلام آمدم گفتن یاره، من گفتم من دیگه اینجا چون وقت نیست دیگه، دیر وقتم هست، نمیخواستم لایو بذارم، یعنی این روز بزرگ گفتم این لایو بذارم تو تاریخ بمونه، یا کسی نگه ها نگفته بودم، خیلی چیزا رو من گفتم. اگه متوجه نشی یکی دو تا لایو بعدی رو ببینید، البته من این لایو خوب گفتم، چند تا لایو مهم دارم که هنوز نرسیدم بگم که خوب خواهم گفت. در این روز من خواستم دیگه، از طبیعت درخواست کردم، از مادران ایرانی درخواست کردم این صدای ما رو برسونید، اینو پخش کنید، نفرین کنید، همه سیاسی ها رو نفرین کنید، بگید بزنه، نگاه به سخنشون، بیانیه هاشون نکنید، بیانیه داده فلان بشه، اینا همه مزخرفه. هر ایرانی، ببین همه ایرانی های سیاسی مانند همه، اصلاح طلب مانند اصولگرا، اصولگرا مانند نمیدونم مشروطه خواه، مشروطه خواه مانند سلطنتی، سلطنتی مانند چپ مارکسیست کمونیست، کمونیست مانند مجاهدین، مجاهدین مانند ملیگرا مصدق، همه این هم یه کوچولو فرق تنها در لباسشون هست، در شعارشون هست. اینا رو همه دلیل داریم میگیم ها، فکر نکنید که اینا یه راه دیگه شما رو میبرن، مصدق یا یه راه دیگه، اصلا چنین چیزی نیست. اگه بود به 43 سال نمی رسیدیم، همینجوری همینا شما رو به 53 63 73 همه شما میبرید. همین سحر کردن هست، من نمیدونم چند سال داره، مطمئن باشید همین وضع، هیچ وقت شما وضع بهتر ایران نه. من یه بار گفتم وضع ایران به مراتب به مراتب به مراتب در آینده بدتر خواهد شد. تا زمانی هم که شما زنده هستید، زنده هستی، الان مهدی هست در اینجا، تا زمانی که شما زنده هستید هیچ وضع بهتر شدنی نخواهید دید در هیچ زمینه‌ای، نه آزادی ها، نه گرانی ها، نه فساد، بدتر و بدتر شد. من اینجا گفتم روزی خواهد شد، شما دعا میکنید ابراهیم رئیسی چقدر آدم خوبی بود، فرشته بود، آقا چقدر ارزانی بود، چقدر احمدی نژاد خوب بود، روحانی چقدر خوب بود، اونقدر که آینده ها کوتوله و پست و وضع شما بدتر خواهد شد. این از من گفته، گفتم داشته باشید که نگید کسی نگفته. من اینها رو هم نمیگم که برای شما، فکر نکنید که من خیلی دغدغه دارم شماها عوض بشید، تغییر کنید، نه خیر، من اینها دارم میگم آیندگان که میبینم میگه دیگه به چه زبانی بایستی میگفت؟ به زبان منطق، استدلال، عقل، کتاب گفته، تئوری، نظریه گفته، سوگند و نفرین و قسم و شرط گذاشتن و همه جور گفته، چون ایرانی دیگه چیزی نباشه که در بره یکی بگه آه من نفهمیدم. در این روز مهم من اینا رو گفتم. سینما رکس آبادان، در سینما رکس آبادان درسته اون تکلیبه کسایی که کشتن دیگه، کتابشو هم من خوندم، شما هم خوندید، حسین بروجردی نوشته، کیا آتش زدن، یکی از این کسان همین سید علی خامنه‌ای بوده به نام حاج عبدالله آنزمان. ولی بس اینجاست، کی ناراحت شد؟ مجاهدین ناراحت شدن؟ مسعود رجوی و نمیدون سازمان مجاهدین خواهد؟ نه، گفتم درسته حالا یه چند را کشته شدن و فلان، متاسفیم، ولی حکومت فرو می باشه به نفع ما، بنی صدری ها خوشحال. فرای پهلوی خوشحال، 100% 100% خود رضا پهلوی
به جای اینکه خود نگ معمر رضا پهلوی، معمر رضا پهلوی، حالا من وارد اون نمیخوام بشم، هر کسی بود میگفت آقا تا من ریشه این رو پیدا نکنم اجازه هیچ کاری نمیدم شما. ریشه رو پیدا میکردند، همه مقصرن. میخوام بگم همه مقصرن، اصلا بحث شاه و سیستم نیست، میگم تفکر ایرانیه. شما متوجه منظور من نشدید امروز، فکر میکنید که آها من لابد گفتم که نمیدونم فلان گروه حتما مقصر فلانی خوبه بده. نخیر، من میخوام بگم که شتر سواری دولا دولا نمیشه. آلمانی ها دولا دولا شتر سواری نکردند، قاطع قاطع. من گفتم دیگه برتولت برشت چی گفته؟ برتولت برشت گفته آقا جان اون که نمیداند نادانه، اون که حقیقت رو پنهان میکنه جنایتکاره، تروریسته. فرای پهلوی 43 سال حقیقت رو پنهان داره میکنه، رضای پهلوی 43 سال داره حقیقت پنهان میکنه، حسین نصر 43 سال داره حقیقت پنهان میکنه، بنی صدر 43 سال که الان چند پیش مرد 43 سال حقیقت رو پنهان کرد. یه چیزایی رو میگن، نه اینکه یه چیزایی رو، ولی یه چیزایی رو نمیگن، اونا مهمه، تعیین کننده است. من دیگه بیشتر از این نمیخواستم، من نمیخوام توضیح بدم، سخن بسیار هست و در این روز من گفتنی هایی رو گفتم، امیدوارم گرفته باشی. حالا خیلی هم اصرار ندارم شما گرفته باشی یا نگرفته باشی، خیلی من اصلا برای شما نیست، برای اینکه برای به یه جایی رسیدم که احساس میکنم که یه وظایفی رو من دارم با کمک دوستان انجمن مفنا به یه چیزی رسیدم، میای میگی. حالا یه کسی دیگه حالا فهمید، درک کرد، خب دیگه آدم با شعور و با درکی است یا آدمی هست که میفهمه دیگه. اونی که دیگه نفهمید دیگه اون همون مشکلیه که از کی، از سال کی میگن آقا ایرانی ها این مشکل دارن دیگه. اوجش شما دیدی صادق هدایت چی گفته، اوجش نینا فرخزاد چی گفته، اوجش این همه گفتن دیگه. با گفتن من این شماها تغییر نمی کنید، خیلی من نباید انتظار داشته باشم. برای همین من هم اینو برای شماها نمیگم، به خاطر همین هم هیچ استرسی ندارم، هیچ عجله‌ای ندارم، هیچ اصلا فلان. میایم میگیم، هزار برابر هم بیشتر از تو این 43 سال از هر حزبی ما بیشتر کار کردیم. من سپاسگزاری بایستی از مادران ایرانی، من از این اینها من سپاسگزاری بایستی بکنم، از طبیعت که به ما کمک کرد. گفتیم آقا ابر پارلمان 10,000 ایرانی بیرون، خورشید نور ابر پارلمان 10,000 ایرانی بیرون، راه همین. مهم نیست روزی فرای پهلوی اگر آمد آقا دایی چیکار میکنیم، کمکی از دست ما برمیاد؟ نمیاد. پس معلومه به سوی حقیقت، پس معلومه از حداد عادل برید فرای پهلوی، پس معلومه رضا پهلوی از حداد عادل برید، از حسین نصر برید، که ما چشمون آب نمیخوره. برای همین آمدیم نفرین کردیم و مطمئنم باش میگیره. ما امیدواریم فرح بیشتر 200 سال اصلا عمر بکنه، این نفرین مادرها واقعا این خانم رو اصلا چنان بزنه که یک روزی بیاد اقرار بکنه دیگه. یک روزی اینا بیان اقرار بکنن، اون روز روز نجات ایرانه که این خانم بگه که واقعا چه جنایت ها کرده، اون میشه روز نجات ایران.